یکی از اشتباهات و متاسفانه یکی از باورهای غلطی که در ذهن عموم خیلی از افراد وجود داره و به خصوص در ذهن بسیاری از زبان آموزان این است که من ژنتیکم به شکلی نیستش که بتونم زبان یاد بگیرم و یا این من این استعداد کافی رو ندارم که بتونم زبان یاد بگیرم. واقعا چرا اینجوری فکر میکنید؟ اگر شما این ژنتیک رو نداشتید و این استعداد رو نداشتید، آیا میتونستید به زبان مادریتون صحبت بکنید؟ من نمیدونم زبان مادری شما چیه؟ ترکیه، فارسیه، بلوچیه، عربیه؟ آیا واقعا به زبان مادریتون نمیتونید صحبت بکنید؟ آیا واقعا ژنتیکش رو ندارید؟ استعدادش رو ندارید؟ پس این توجیه مناسبی نیست. اصلا اثبات علمی وجود نداره که شما بتونید بگید یک سری از افراد دارای ژنتیک بهتری برای صحبت کردن به یک زبان هستند و توان یادگیری بالاتری دارند و یا اینکه از استعداد بالاتری و یا ژنتیک بالاتری برخوردارند. خب طبیعیه یک سری از افراد ممکنه 20% 15% از بقیه افراد جامعه موفق تر باشند و در یادگیری سریع تر باشند. خب خوش به سعادتشون. این دلیل نمیشه که شما بخواید پروسه یادگیریتون رو رها بکنید و به این دلیل که اونا استعداد بالاتری دارن پس شما استعداد پایینی دارید. این شکلی نیست. اگر اونها 20% از شما هوش بالاتری دارن که به این شکل نیست اصلا و این باور ذهنی شماست، فرض بگیریم که ذهنیت شما درسته، اگر اونها 20% از شما جلوتر هستن، در یادگیری سریعتر هستن، تنها چیزی که باید جایگزین این فضای خالی یعنی این نبود استعداد و یا ضعف در ژنتیک یادگیری بشه، تلاش بیشتره. پس طبیعتاً قابل پوششه و چیزی که قابل پوششه پس نگرانی براش وجود نداره. این باور غلط رو از خودتون دور بکنید. هیچ استعداد و یا هیچ ژنتیکی و هیچ اثبات علمی در این قضیه وجود نداره که بعضی از افراد میتونن زبان رو سریعتر یاد بگیرن، بهتر یاد بگیرن و یا در این زمینه موفق تر باشن. بدون شک اگر دیگران توانستند، شما به نحو احسن و بسیار بهتر از اونها خواهید توانست. روزهای خوب در انتظار شماست. خوش باشید.